الو سلام جناب آقای توسلی. سلام علیکم. وقتتون بخیر. از مرسدس بنز جواهری مزاحم میشم. بفرمایید. خواهش. سلامت باشین آقای توسلی، تشریف دارید ما برای سرویس ماشین بیایم؟ بله تشریف. خیلی ممنون، متشکرم. الان بچه‌ها میرسن خدمتتون. سلامت باشین. خدا توسلی عزیز هستیم که از کانادا تشریف آورده بودن و امروز ما بچه‌ها رو فرستادیم برای چک کردن ماشینشون که به اتفاق همراه با آقای توسلی اومدیم به مجموعه برای چک کردن ماشین آقای توسلی. آقای توسلی خیلی خوش اومدید. ممنونم. آقای مهندس، شما الان در واقع چند ساله که خودروی بنز رو دارید؟ من بیش از 10 سال هستش که بنز، ماشین انتخابیم بنز هست. جناب مهندس، توی این سالها خدمات خودروتون رو به چه صورت انجام میدادید؟ کجا میرفتید؟ چجوری بوده؟ والا زمانی که من ماشین رو به اصطلاح سوار شدم، من تا کنون 3 تا مجموعه رو بهشون مراجعه کردم. اون دو غیر از مجموعه جواهری، اون دو مجموعه دیگه فقط در حد همون بار اول بوده و بار دومی تکرار نشده. دلیلش هم این هستش که به هر حال ماشین من درست شده در اون مجموعه ها، ولی اون رضایت قلبی که برای من تو من بعد به وجود بیاد هیچ وقت به وجود نیومده. اون کانکشن هیچ وقت اتفاق نیفتاده و من احساس کردم که مجموعه جواهری مرتبا برای آپدیت کردن خودش برای آپدیت کردن خودش زحمت میکشه و این برای من ارزشمند بود. توسلی، نظرتون راجع به خدماتی که توی این سالها حالا از نمایندگی مرسدس بنز جواهری داشتید به چه صورته؟ من میتونم اینطوری بگم که خدمات که من از جواهری گرفتم، علاوه بر اون خدمات فیزیکی که به اصطلاح تعمیرات ماشین بوده، یک سری خدماتی بوده که به اصطلاح اینتنجبل هست، قابل لمس کردن نیست. برای نمونه، من به هر حال در منطقه شمال ایران، استان مازندران، فعالیت اقتصادی دارم و به تب توی این جاده زیاد میرفتم و میومدم و هر موقعی من اروری میگرفتم، هر موقعی من به مشکلی برخورد میکردم، تماس میگرفتم و این تماسی که میگرفتم به من نه تنها من رو راهنمایی میکرد که آیا این واقعا اتفاق خاصی افتاده یا نیفتاده، به من یه آرامش قلبم میداد که دقیقا یک نفر پشتیبان من هستش، در تهران نشسته، اگه لازم باشه به من میگه خب ماشین رو برسون تهران یا اگه لازم بشه کجا درستش بکن. یا یعنی این احساس قوت قلبی که به من میداده برای من خیلی ارزشمند بوده. این خیلی فراتر از اون فقط این هستش که من ماشین رو بیارم سرویس بشه بره یا یه چیزیش خراب بشه درست بشه. اینی که آدم این حس داره که یک نفر پشتیبان داره که همیشه پشتیبانش هستش. شاید مشابهش شما میتونین در کشور کانادا یا امریکا و کشورهای اروپایی هم ببینین که دارندگان ماشین، اون سازنده ماشین یا اون تریپل ای که باهاش کار میکنن پشتیبانشون هستش و مجموعه جواهری این احساس پشتیبان بودن رو به من. از اونجایی که من به هر حال مدت‌هایی رو خارج از ایران می‌گذرونم و بعضن این ماشین یک سال، بعضی وقتا 2 سال متوقف باقی می‌مونه، نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه بشه اینه که وقتی یه چیزی رو استفاده نمی‌کنین، بعضی قطعات ماشین حالت خشکی پیدا می‌کنه و اگه بدون اینکه چک بشه آدم سوارش بشه، احتمال اینه که دچار ترک‌هایی بشه و نشتی‌هایی رو ایجاد بکنه زیاد هست.
برای همینم هست که من خیلی خیلی دارم اصرار دارم و اصلا بدون اینکه ماشین چک بشه سوارش نمیشم و اولین کاری که میکنم این هستش که ماشین رو بیارم که تمام این قسمت ها رو چک بکنم که اگه احتمال چیزی وجود داشته باشه قبل از اینکه اتفاق بیفته و صدمه ای به ماشین من بزنه شناساییش بکنم، اونو به اصطلاح ازش اونو اگه نیاز به تعویض داره تعویضش بکنم. مهندس، نظر شما و توصیه شما به عزیزانی که حالا در کشور ایران به خصوص بنز دارن و جزء بنز سوارها هستن چی؟ از لحاظ فرهنگ بنز سواری میگم خدمتتون. من فکر میکنم که به هر حال بنز انتخاب یکی از بهترین ماشین ها هستش از نقطه نظر من و کسانی که بنز رو به عنوان ماشینشون انتخاب میکنن باید یک سری نکات رو در نظر داشته باشن که این ماشین درسته که همه چیز نو خدمات رو به آدم میده ولی خب باید بهش رسیدگی هم بشه. برای نمونه مثال میزنم، من همونطور که گفتم من در شمال فعالیت اقتصادی میکنم، خب قاعدتا در فصل زمستون من با این ماشین که دیفرنسیال عقب هم هستش این جاده رو بارها و بارها توی برف رفتم. به ماشین دیفرنسیال عقب اصولا توی برف حرکت نمیکنه ولی با خرید دو تا لاستیک برفی من جاده کندوان رو با 15 سانت 20 سانت برف توی جاده به راحتی میرم بالا و این یه موردش هست. یه مورد دیگرش این هستش که خب به هر حال من در خارج از کشور هم زیاد به اصطلاح به سر میبرم و این ماشین متوقف میشه و اینجا به اصطلاح میخوابه. کسانی که بنز سوار میشن باید در نظر داشته باشن ماشین بنز اگه میخوابه اینطوری نیستش که وقتی اومدین فقط استارت بزنین حرکت کنین باهاش. این ماشین باید واقعا بهش رسیدگی هم بشه. حالا این رسیدگی شاید هیچ چیز خاصی نباشه ولی آدم باید مطمئن بشه که همه چیزش اوکی هست و کوچکترین روغن ریزی، آب ریزی اگه بخوام به خاطر این خوابیدن ماشین پیش اومده باشه اینها رو آدم نباید سرسری بگذره ازش. شما میتونین از بنز بهترین سرویس و سرویس رو بگیرین به شرط اینکه بهش مثل یه بچه‌م رسید. عام برای عام کلاب العور عفیت و سامح بیت و جامد ریش عام معتر نور لما حام على الايام من الايام ليت الكون. باز همین سری که تشریف آوردید ایران نمایندگی مرسدس بنز جواهری انتخابتون بود. امیدوارم که سرویس های خودتون به خوبی انجام بشه و ممنون که همراه. خب دوستان، کنار آقای توسلی هستیم برای تست ماشین تشریف آوردن. سلام آقای توسلی. سلام خانم احمدی. وقتتون بخیر. خب چطور ماشین؟ ماشین بسیار عالی و مثل ساعت کار میکنه و من تشکر میکنم از این سرعت عمل و دقتی که توی سرویس ماشین من از دوست در نظر گرفته شد. سلامت بشین، خیلی ممنون، خدا رو شکر. خب دوستان، این فیلم ما هم به پایان رسید و در نهایت هم تست خودرو رو داشتیم که تمام مشکلاتش حل شده و به قول آقای توسلی مثل ساعت داره کار میکنه ماشین. ممنون که همراه ما بودید.